أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الرحمن الرحيم الحي القيوم وأتوب إليه. سلام علیکم جمیعا و رحمت الله. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، الحمد لله علی حلمه بعد علمه، والحمد لله على عفوه بعد قدرته، والحمد لله على طول أناته في غضبه وهو قادر على ما يريد، الحمد لله خالق الخلق باسط الرزق فالق الإصباح ديان يوم الدين، اللهم صل وسلم على حبيبك ونجيبك وصفيك وخيرتك في خلقك حافظ سرك ومبلغ رسالاتك بشير رحمتك ونذير نقمتك سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد. اللهم صل على جميع الأنبياء والمرسلين وصل على جميع الشهداء والصالحين وصل على أئمة المسلمين وهماة المستضعفين وهداة المسلمين. عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله. خداوند علی علا را بر توفیق حضور در مراسم نماز جمعه سپاسگزاری می کنم. خودم که از همه بیشتر نیازمندم، همه شرکت کنندگان خواهران و برادران را بر رعایت تقوا پروا پیشه کردن سفارش می کنم. ما انسان ها لحظه به لحظه در مسیر و در معبر خطر و ضرر قرار داریم. ان الانسان لفی خسر، انسان در معرض خسران و ضرر است. تنها چیزی که می تواند ما را حراست کند و حفاظت کند تقواست. لذا خداوند می فرماید به اندازه ای که توان دارین تقوا را رعایت کنید. فاتقوا الله ما استطعتم، بهترین سفارش و نصیحت مسلمان به مسلمان سفارش به تقواست. امید است هممان در لحظه لحظه زندگی به تقوا توجه داشته باشیم و با تقوا خودمان را از همه خطرات و آسیب‌ها محافظت کنیم. در خطبه اول بحث بهداشت و نظافت را با نگاه به محیط زیست و آثار و برکات بهداشت در محیط زیست از منظر دین و روایات پی خواهیم گرفت. در خطبه دوم همون گونه که همه مستحضرید، امروز عبده ربیع الاول است، هم میلاد پیامبر رحمت و هم میلاد امام صادق شیخ الائمه علیهم السلام است. مقدار از زمان و فرصت خطبه دوم را به
معرفی و در واقع بازگو کردن خصائص هر دو بزرگوار خواهیم پرداخت. مسائل امنیتی، مسائل اجتماعی، مخصوصا اونچه که مربوط می شود به کشورمان و ملتمان از مسائل است که باید در خطبه دوم با اونها اشاره کنم. اما بحث خطبه اول و بحث در واقع بهداشت و نظافت با موضوع محیط زیست و زندگی، مکرر در خطبه‌هایی که توفیق صحبت و همرویی با شما خوبان را داشتم، این بحث را در خطبه اول مطرح کردیم که اسلام همون گونه که به عقاید انسان‌ها توجه دارد، از شرک و الحاد باطن انسان و روح و روان انسان‌ها را تطهیر می‌کند، به مسائل زندگی هم توجه دارد، به بهداشت و نظافت و طهارت بدن هم اسلام توجه دارد. اینا مباحثی بود که دنبال شد، بهداشت عقل و خرد را مطرح کردیم. امروز در این خطبه محور بحثمان محیط زندگی است. از فضای خانه‌ای که شخصا برای زندگیمان مهیا کردیم تا فضای کوچه ها، سرک ها، پارک ها، حتی توقفگاه ها، جنگل ها، حاشیه شهرها، حتی این نهرهای که آب زندگی ما، آب زراعت و دهقانی و کشاورزی ما و آشامیدنی ما از اونها به ما میرسد، بگیریم تا مکتبها، تا دانشگاهها، حوزهها، همه اینها محیط زندگی ماست. محیط زیست اختصاص به خانه نداره. همه محیط کشور محیط زیست و محیط زندگی ماست. از نظر اسلام همون گونه که می دانین پیشگیری در مسائل سلامتی از مداوا مهمتر است. ما باید کار کنیم که مریض نشیم، نه اینه که مریض بشیم بعد درمان کنیم. پیشگیری مقدم است از درمان، هم از اینش کمتر است، هم برای سلامت جامعه مؤثرتر است. همون گونه که پیشگیری از درمان مقدم است، سلامت محیط زیست، خراب نکردن محیط زیست، سالم نگه داشتن محیط زیست وظیفه همگان است. یکی از آسیب‌های بزرگ و ضررهای کلانی که جامعه ما گرفتارش هست، این بی‌توجهی به محیط زیست است. زیاد وقت خطبه اول را نگیرم. در آموزه‌های دینی که در میلاد پیامبر و امام صادق علیه السلام قرار داریم، هم از آلوده کردن محیط زیست نهی شده و هم به پاکسازی محیط زیست در صورت آلوده شدن ترغیب شده و امر شدیم و وظیفه داریم. امام صادق فرمودن محیط زیستتان را معطر نگه دارید. فرمودن آستانه خانه، یعنی محیط بیرون از خانه را به شدت مراقبت کنید و پاکیزه نگه دارید. پیامبر بزرگ اسلام فرمودن خدا
طیب است، خدا پاک است. ان الله تعالی طیب، خدای تعالی پاک و منزه از هر آلودگی است. همون گونه که ما خدا را از شریک مبرا می‌دانیم، توحید را باور داریم، پیامبر بزرگوار اسلام فرمودن خدا پاک است و یحب الطیب و پاک را دوست دارد. خدا خودش پاک است، پاکی را دوست دارد. نظیف، خدا پاکیزه است و یحب النظافه و نظافت را دوست دارد. متاسفانه خیلی ها دین را اینگونه تفسیر کردن و هنوز هم با همین مفکوره زندگی میکنن که شاید برداشتشان این از دین یعنی نماز خوندن. یک بخش دین نماز است. همه میدانیم لا صلات الا به طهور، نمازی که درش طهارت و پاکیزگی نباشد این نماز نماز نیست. نمازی که در لباس نمازگزار حق دیگران باشد، در آبی که وضو گرفته و طهارتش را تأمین کرده حقوق دیگران ضایع شده باشد، این نماز اون نماز نیست که انسان را به خدا برساند، قربان و کل و تقیین باشد. پس اسلام به سلامت محیط زیست بسیار توجه دارد. این عبارت را که از پیامبر بزرگوار اسلام نقل کردم، ان الله تعالی طیب، خدای بزرگ پاک است و پاکی را دوست دارد، پاکیزه است و پاکیزگی را دوست دارد، چند نکته اجتماعی و محیط زیستی و در واقع همکاری جمعی و کلان در لابلای این دستور که پیامبر در معرفی خداوند بیان کردن نهفته است. از منظر رسول الله بسیار قابل توجه است، قابل دقت است. از منظر پیامبر، از دید پیامبر، از فکر پیامبر، پاک نگه داشتن محیط زیست یعنی از خانه گرفته تا جنگل ها تا کوه ها صبغه دینی دارد، صبغه شرعی دارد، صبغه وظیفوی دارد. یعنی همون گونه که ما موظفیم به خوندن نماز، به رفتن حج، به امر معروف و نهی از منکر، از نظر پیامبر حفظ محیط زیست، آلوده نکردن، پاک نگه داشتن جزء وظایف شرعی ماست، وظایف دینی ماست. چرا؟ چون پیامبر فرمودن ان الله تعالی طیب و یحب، ان الله طیب و یحب الطیب، خدا خودش پاک است و پاک را دوست دارد. پس اگر خدا نماز را دوست دارد و پیامبر می‌فرماید نماز روشنی چشم من است، همین پیامبر می‌فرماید خداوند پاکی و نظافت را دوست دارد. مسئله دوم، دقت بفرمایید، بوی خوش که محصول و نتیجه محیط زیست سالم است، روح را دعوت به لطافت می کند، جان آدمی را نوازش می دهد. می دانیم روح ما مجاور بدن ماست، معروف است، میگن روح سالم در بدن سالم است. روح ما اگرچه جسم نیست،
اما در جسم ما احاطه دارد. یسالونک عن الروح قل الروح من امر ربی. این روح در این جسم ارتباط با این جسم دارد. این روح که مجاور بدن است، اگر این بدن و محیطی که این بدن در اون محیط زندگی می کند از لطافت برخوردار باشد، روح انسان حالات بهتری دارد و در واقع نشاط بیشتری دارد. حتما حس کردین گاهی انسان در یک محیط پاک و مصفا از همه آلودگی ها، هم از نظر آلودگی فیزیکی و هم از آلودگی های گناه و معصیت، در یک چنین فضای قرار میگیره. میبینیم حالت دیگری داریم. روح سرعتش بالاست، فکر گیراییش بالاست، حافظه به شدت فعال است، فهم و درک و تعمق با قدرت بالا در کار و در فعالیت قرار میگیره. این معناش اینه که یک محیط زیست سالم ما را کمک میکنه، خیلی از مشکلات من را برطرف میکنه. و اگر بخواهم بازتر عرض بکنم، پاکیزگی محیط زیست در فکر ما اثر دارد و فکر سالم به شکل متقابل و در واقع دو جانبه در سلامت جسم ما و زندگی ما تأثیر گذار است. نکته سوم و نکته بهتر و اساسی تر از دو نکته قبلی، از نظر پیامبر این دستور، دستور همگانی و همیشگی است، یعنی اختصاص به یک انسان ندارد. همه انسان ها موظفند. و جالب است که مثل عبادات نیست. میدانین نماز بعد از بلوغ واجب میشه، روزه بعد از اون که انسان به سن تکلیف میرسد واجب میشود، اما مسئله حفظ سلامت محیط زیست نه مرز زمان میشناسد نه مرز عمر و سن میشناسد. ما در سلامت فرزندان کوچکمان بیشتر نیاز به محیط زیست سالم داریم. امروز اگر جمع از ما گرفتار مشکلات روانی، فکری، اعصابهای ضعیف و حوصله‌های کم هستیم، بخش از این گونه گرفتاری ها که به راحتی انسان میتواند این را نوعی از مرض دشوار و صعب شمرد و به حساب آورد، این معلول همین بی‌توجهی به محیط های زندگی است که متاسفانه خیلی از مسئولین نه تنها رعایت نمی کنند، حتی اندیشش ندارن، درکش ندارن. بگذاریم از این نکته و به نکته مهمتر و در واقع جامعتر نگاه بکنیم. در آستانه و در روز میلاد پیامبر بزرگوار اسلام هستیم. یکی از سخنهای مشهور رسول الله این است که می‌فرمودن هازا احد. می‌دانین یکی از کوههای معروف کوه احد است. پیغمبر می‌فرمود هازا احد، این کوه احد است، جبل یحبنا و نحبه، کوهی که ما را دوست دارد و ما هم او را دوست داریم. هیچ خاصیتی کوه احد ندارد. پیامبر می‌فرماید همه کوه ها ما را دوست دارد. کوه ها به مثابه یک مادر مهربان است. شهر ما به مثابه یک مادر مهربان است. محیط زیست ما به مثابه و منزلت یک مادر دلسوز و
مدیر و مدبر که همه نیازهای ما را تأمین می کند به مثابه این است. پیغمبر مثال می زند، می فرماید کوه احد کوهی است که ما را دوست دارد و ما او را دوست داریم. معنای این محبت این است که در نظافت و سلامت کوها، جنگلها، شهرها، راهها، معابر عمومی حساس باشیم. و مع الاسف که واقعا جای تأسف داره، این فرهنگ را ما از اسلام و از پیامبر به شکل کلی کمتر یاد گرفتیم. گاهی میبینیم خیلی از افراد برای سلامت و تزیین محیط شخصی خیلی سرمایه گذاری میکنن، اما مع الاسف از دروازه خانه وقتی بیرون میشویم محیط زیست ما آلودگی است. صحنه های خشن، صحنه های که انسان را از آرامش و آسایش به دور میکشاند، لحظه به لحظه در محیط های کلان زندگی ما به چشم میخوره. ما باید برای پیشرفت و آرامش، حتی برای مبارزه با فقر، به این مفکوره و به این اندیشه ها توجه کنیم. همون گونه که در اسلام گناه باعث فقر است، شما یک انسان اهل آلودگی جنسی را پیدا نمی کنین که انسان غنی و انسان آزاده و انسانی که خیرش به دیگران برسد باشد. به همون اندازه‌ای که به تعبیر امام مجتبی ترک زنا باعث رونق اقتصادی می شود، کنس الفنا، پاک نگه داشتن جاده ها و بیرون از خانه، باعث مبارزه با فقر است، باعث غنا و بی‌نیازی اقتصادی جامعه است. و غسل الانا مجلبتون للغنا، حضرت فرمود سه چیز جامعه را بی‌نیاز می‌کند: دوری از آلودگی جنسی، نظافت عمومی، شستن و پاکیزه نگه داشتن ظروفی که ما روزانه از اونها برای غذا و خوردنی و آشامیدنی استفاده می کنیم. خواستم با این روایت این مقوله و این در واقع مفکوره را برجسته کرده باشم. بخشی از مشکلات که امروز ما با اونها دست و گریبان نرم می کنیم و با اونها گرفتاریم، معلول بی‌توجهی به سلامت و در واقع به نظافت محیط زیست ما است. وظیفه همه است، وظیفه خانواده ها، وظیفه معلمین، وظیفه حکومت و مسئولین که در بخش کمک و یاری محیط زیست برنامه داشته باشند. اگر منتظر باشیم دیگرا بیاین یک کشور نظیف، یک شهر با نظافت، یک سرک و راه مرتب و منظم نصیب ما بکنن، برای ما آماده کنن، این نشدنی است. یقین داشته باشیم باید خودمان به این مسائل توجه کنیم، دین را به شکل جزئی معرفی نکنیم. ان الدین عند الله الاسلام، اسلام که همون دین حقیقی است و دین است که خدا او را به ما معرفی کرده و راضی شده، به همه جوانب توجه دارد. گهگاه حرکت ها و در واقع اندیشه های یک جانبه یا با جوانب محدود، یک برداشت ناکامل از دین باعث عقب ماندگی جامعه و مردم می شود. امید است با استفاده از هر لحظه و از هر فرصت، نواقص زندگی اجتماعی
اجتماعی و کلانمان را جبران بکنیم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صلى الله عليه اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله، الصلاة والسلام على محمد رسول الله. وعلى علی امیر المؤمنین، وعلى الصدیقة الطاهرة، وعلى الحسن والحسین، وعلى ابن الحسین، و محمد ابن علی و جعفر ابن محمد و موسی ابن جعفر و علی ابن موسی و محمد ابن علی و علی ابن محمد و الحسن ابن علی و الحجة الخلف الصالح ائمة المؤمنین. بار دیگر خودم و همه شما عزیزان را بر رعایت تقوا پروا پیشه کردن سفارش میکنم. یکی از وظایف نماز جمعه و کسانی که در اداره این برنامه استثنایی که به تعبیر قرآن با تلاش باید در این صحنه و در این محفل و در این ذکر بزرگ و همگانی حضور پیدا کنیم، مطرح کردن و بازگو کردن و پرداختن به مسائل و حوادث مهم و سرنوشت ساز جامعه است. قبل از اون که از مناسبت مذهبی یعنی ولادت پیامبر و همینطور امام صادق یاد کنم، مسائل مربوط به اجتماع و کشورمان را از باب وظیفه و رسالت نماز جمعه و نیاز هممان به این گونه موضوعات مطرح میکنم. میدانین ما در شرایط که زندگی میکنیم، در قرن که زندگی میکنیم، چاره جز داشتن روابط با همسایگانمان، حتی با کشورهای دور، چاره جز این نداریم. نه تنها ما، همه کشورها، همه انسانها. امروز زندگی به گونه ایست که همه مایحتاج زندگی من را نه تنها ما، خیلی از کشورهای مترقی که نردبان‌ها و قله‌های پیشرفت را پشت سر گذاشتن نمی‌توانند تأمین کنند. ما نیاز به هواپیما داریم، هر کشور قدرت تولیدش نداره، اما همه کشورها باید از این وسیله استفاده کنند. ما نیاز به استفاده از موبایل داریم، نه تنها ما، خیلی از کشورها قدرت تولید همه انها و انواع این وسیله را ندارن. مسائل مربوط به پزشکی، از درمان پوست گرفته تا چشم تا دندان که نیازمند تولید انواع محصولات و داروها و ابزار هستیم، این کار هر کشوری نیست. اگر هم توانمندی داشته باشم به صلاح نیست، شاید از اینهاش خیلی بالا برود. بعضی از اقلیم ها، از محیط ها استعداد تولید
محصولاتی را داره که نیاز خیلی ها با اون محصول برآورده می شود و در مقابل خیلی از کشورها محصولاتی را تولید می کنند که ما به اونا نیاز داریم. پس رابطه ای با جهان، رابطه ای با کشورها یک اصل خدشگی ناپذیر است، یک ضرورت است، یک نیاز جدی است. ما باید در قبال این نیاز برنامه داشته باشیم. اگر نداشته باشیم، یقین داشته باشیم که آسیب می‌بینیم، از کاروان رشد و ترقی عقب می‌مانیم، باز می‌مانیم و این فاصله جز ضرر و در واقع بی‌ثباتی و شکنندگی جامعه اثر دیگری نخواهد داشت. ششمین نشست سران کشورهای عضو کنفرانس سیکا در پنجشنبه یعنی دیروز در شهر آستانه کازاخستان آغاز شد. حالا در این کشور مهمانهای خدمت شما عرض بشه که زیادی حضور داشتن، از افغانستان هم سخنگوی خدمت شما عرض بشه امارت اسلامی، البته معاون سخنگوی امارت اسلامی آقای بلال کریمی به نمایندگی از افغانستان حضور داشت. اون مسئله ای را که من لازم میدانم یادآوری کنم این است که همه شرکت کنندگان در این کنفرانس یک موضوع را بالاتفاق مطرح کردند که برای حل مشکل افغانستان باید یک گروه بین المللی دست به کار شوند. رؤسای جمهور، نمایندگان کشورهای همسایه، کشورهای دور، هر یکی به نوبه خودشان در این نشست به این موضوع پرداختند. من به عنوان یک عضو این سرزمین، به عنوان یک کسی که دردهای جامعه را حس میکنم، با اقشار مختلف رابطه دارم و کارم در واقع برنامه‌ام مطالعه، رایزنی و در واقع برنامه ریزی برای پیشرفت و عزت مردم و کشورم هست، به این نتیجه رسیدم که این طلسم باید شکسته شود، اینه که ما با دنیا رابطه نداشته باشیم. حکومت موظف است، شخصیت ها موظفن، دلسوزان به اسلام و به افغانستان همه وظیفه دارن با هر وسیله و با هر فرایند و مدل و شکلی که مناسب می دانن که لازم است رایزنی شود، مشورت شود، هم فکری شود، این تلسم باید شکسته شود. ما باید با دنیا ارتباط داد و ستد داشته باشیم. هر مانعی که در این مسیر وجود داره باید عاقلانه این مانع را برطرف کرد، برداشت. اگر بحث تحصیل زن هاست، دختر هاست، ما نباید این حقیقت را نادیده بگیریم و از طرف دیگر ما نباید تسلیم خواسته های بی حد و مرز کسانی باشیم که اونها ما را امر بکنن و نهی بکنن. ما با توجه به منافع خودمان، به نیازهای خودمان این رابطه را ایجاد کنیم. مثلا رئیس جمهور پاکستان که همسایه ماست در صحبت در این کنفرانس گفت که برای تأمین صلح و ثبات در افغانستان یک حرکت لازم است. آقای پوتین رئیس جمهور روسیه گفت افغانستان هنوز هم یک نگرانی عمومی برای
عموم منطقه است. رئیس جمهور ایران در صحبتی که در این کنفرانس داشت گفت برای گذر از ناامنی باید حکومت فراگیر با مشارکت همه اقوام در افغانستان ایجاد شود. به همین دلیل بود که معاون سخنگوی امارت اسلامی استقبال کرد، گفت که همه نکاتی که برای بیرون رفت وضعیت موجود در افغانستان گفته می شود قابل حرمت و ستودنی است. من همینجا اعلام میکنم و در واقع پیشنهاد میکنم باید از اندیشه های کوچک و انجماد فکر فاصله بگیریم و اداره و تنظیم امور را در اختیار اشخاص و افرادی که وسعت دید دارن قرار بدهیم و از اینکه مسئولیت ها و وظایف و قدرت اجرایی را در اختیار یک اندیشه و یک فکر که قدرت اداره و در واقع برنامه ریزی کلان برای پیشرفت کشور را ندارد از اینها پرهیز کنیم. خیلی از بدبینی هایی که امروز در دنیا علیه اسلام است محصول همین تنگ نظری هاست. اگر حقیقت اسلام به دنیا معرفی شود هم روابط کشورها بسیار به سرعت نزدیک خواهد شد و هم ما از ثروت و قدرت و عزت بیشتر بهره مند خواهیم شد. خب خیلی فرصت نداریم، من دو سه تا نکته درباره پیامبر و امام صادق علیه السلام عرض کنم. امروز 17 ربیع الاول است، روز ولادت پیامبر بزرگوار اسلام. به اتفاق علمای شیعه در روز 17 ربیع الاول در دوران سلطنت انوشیروان عادل مثل امروز پیامبر در روز جمعه انگام فجر در مکه معظمه به دنیا آمد. نام این حضرت محمد اللهم صل على میدانین قرآن بعدن نازل شد. پیغمبر در 40 سالگی به پیامبری رسید، اما نام حضرت در انگام ولادت همین نام بود که من عرض کردم و در 4 سوره قرآن این نام آمده. در سوره صف نام آسمانی پیامبر سیاتی من بعد رسول اسمه احمد اللهم صل على محمد. این بزرگوار پدر با کرامتشان حضرت عبدالله و مادر مجللشان آمنه بنت وهب است. من زیاد فرصت نیست عرض بکنم لحظه ولادت شما چیزای زیادی را شنیده این و باید هم در هر مناسبت نکته ای را بفهمیم و به علوم و آگاهی من افزوده شود. هنگام ولادت حضرت این ندا به گوش ها رسید، شاید خیلی ها ظرفیت نداشتن نشنیدن، مگر هر صدایی را هر کی میشنوه. این ندا از آسمان به گوش هایی که استعداد داشتن رسید، جا الحق و زهق الباطل. حق آمد، باطل رفت. ان الباطل کان زهوقا، آیه 84 سوره اسراء که معراج پیامبر را در این سوره خداوند معرفی کرده. در لحظه ولادتش این ندا آمد. این نوید بسیار بزرگی است،
هنوز ادامه دارد. ما نمیدانیم در کجای تاریخ بشر قرار داریم. درست است از هجرت پیامبر 1444 سال گذشته و از ولادتش بیشتر، اما هنوز اون حقیقتی که خدا با ولادت پیامبر وعده داد به تمام معنا عملی نشده. ما انتظار داریم با ظهور آخرین حجت خدا، ذخیره الهی، اون وعده الهی جامعه عمل کامل خواهد پوشید و این وعده محقق خواهد شد. گرامی می‌داریم ولادت پیامبر خوبی ها را. امام صادق که روز ولادت اون بزرگوار هم هست فرمودن در ولادت حضرت عیسی علی نبینا و علیه صلات و سلام، شیطان از را پیدا کردن به سه آسمان منع شد، اما با ولادت پیامبر از را پیدا کردن و ورود به هفت آسمان ممنوع شد. این عظمت به این معناست که این دین کامل است، این پیامبر خاتم است. شرط رسیدن به اون وعده های الهی شناخت این پیامبر و حرکت در مسیری که او معرفی کرده. از ویژگی های این پیامبر آن است که هم هدف را خوب بلد است که نجات انسان ها باشد، عزت انسان ها باشد، و هم راه رسیدن به اون هدف را خوب و دقیق آشنا است. لذا خدا می فرماید ولکم فی رسول الله اسوه حسنه، الگوی زیبا و کامل شما پیامبر است. انک لعلی خلق عظیم، پیغمبر تو دارای اخلاق بزرگ و کلانی هستی. گرامی می داریم ولادت یادگار پیامبر امام صادق علیه السلام را که در روز ولادت سید الشهدا جد بزرگوارشان پیغمبر اون تابلوی سبز و زیبا را به عنوان هدیه به دختر مکرمشان که از او تعبیر به مادر کرد تقدیم کردند و در اون تابلو و لوح امام صادق معرفی شده بود که خدا فرمود اونهایی که در حقیقت و حقانیت امام صادق شک کنند اونها هلاک می شوند. سیهلک المرتابون فی جعفر. خدا فرمود کسانی که امام صادق را نپذیرد، الرد علی، مرا نپذیرفته است. فرمود من جایگاه امام صادق را گرامی می دارم. یکی از حرکات امام صادق تشکیل نهضت دانش و فکر و آموزش و یادگیری بود. در مدینه به تربیت شاگردان پرداخت. طول نکشید که از این دانشگاه اطراف و اکناف عالم با خبر شدن. بصره و کوفه، واسط و حجاز، بلخ و بخارا، حتی دورترین نقاط عالم متوجه این حرکت امام صادق شدن و با حضورشان در اون دانشگاه زمینه تحول و تکامل بشر را آغاز کردن. مرحوم شیخ طوسی در کتاب رجال می نویسد تعداد شاگردان امام صادق در مدینه اون روز که یک محیط کوچیکی بود به 3197 مرد، و در اون زمان تعداد شاگردان زن 12 نفر بودند. این به این معنا است که امام صادق با استفاده
از روش جدش رسول الله که دستور خدا بود و قل رب زد علما برای خدمت به بشریت این حرکت را آغاز کرد. ما امروز اگر به پیشرفت های بشری نگاه کنیم در عرصه های مختلف پزشکی، هوانوردی، فضانوردی، این پیشرفت ها برگرفته و در واقع نتیجه زحمات است که امام صادق آغاز کرد. یکی از شاگردان حضرت جابر ابن عیان است، پدر علم شیمی، که جابر را وقتی معرفی میکنند میگویند 500 رساله در علوم مختلف تألیف نمود. او را استاد علوم پنجگانه کیمیا، شیمی، لیمیا، علوم غریبه، وهیمیا، تسخیر جن، ریمیا، انواع مختلف از دانش های که بشر به او نیاز دارد معرفی کردند. تاریخ نویس و تحلیلگر مشهور ابن خلکان می نویسد جعفر ابن محمد امام صادق یکی از امامان دوازدهگانه مطابق مذهب شیعه امامیه و از بزرگان خاندان پیامبر است که به خاطر راستگویی و درست کرداری او را صادق گویند. فضائل و کمالاتش مشهورتر از آن است که نیاز به توضیح باشد. جابر ابن عیان ترتوسی شاگرد آن حضرت بود. کتاب در 1000 ورق از تعلیمات جعفر ابن محمد تألیف کرد که شامل 500 رساله بود، یعنی 500 کتاب. این 500 کتاب امروز نتیجهش این پیشرفت علمی دنیاست. ما برای استفاده از این دانشگاه باید همت را عالی کنیم. حوزه های علمی، دانشگاه ها، همه و همه بدون تعصب، بدون تنگ نظری از این اندیشه های بلند استفاده کنیم، روایات را پیدا کنیم، تحلیل کنیم، به خواندن عبارت اکتفا نکنیم. واقعا این راه را بشناسیم که امام هشتم که توفیق زیارتش در همین روزها نصیبم بود فرمودن یک حدیث را بفهمیم بهتر از آن است که 1000 حدیث را نقل کنیم. حدیث یدرونه خیر من الف یروونه. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. اذا جاء نصر الله والفتح ورأیت الناس يدخلون في دين الله افواجا فسبح بحمد ربك واستغفر انه كان توابا. اللهم صل على محمد.